سال 1400 در ایران با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید و اتفاقاتی را تجربه کرد که گاه نه تنها سیاست و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد، بلکه موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم تحت شعاع قرار گرفتند. در این ویدئو چند اتفاق مهم و تاثیرگذار سال 1400 را از میان اخبار داخلی ایران مرور می‌کنیم. انتخاب رئیس دولت 13 با شعار فقرزدایی مطلق. خرداد ماه ایران یکی از مهمترین اتفاقات سیاسیش را با انتخابات ریاست جمهوری پشت سر گذاشت. روند 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با 7 کاندیدا یعنی محسن رضایی، سید ابراهیم رئیسی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلی زاده، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی آغاز شد و 28 خرداد 1400 با 4 نامزد نهایی به پایان رسید. چند روز بعد رئیسی که برای دومین بار شانس خود را برای حضور در پاستور امتحان می کرد، عنوان رئیس دولت 13 را از آن خود کرد. فقرزدایی مطلق، اصلاح نظام اقتصادی و مبارزه با فساد از جمله مهمترین وعده های اوست. شیوع ادامه دار کرونا و کمین سویه های تازه. ادامه دار بودن موجهای کرونا بعد از گذشت بیش از 2 از آغاز شیوع و تداوم فوت روزانه ده ها و گاه صدها نفر، با آماری چند هزار نفری از ابتلای روزانه، تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی را هم ادامه دار کرد. هرچند بعد از شیوع سویه دلتا و گذشت پیک 5 سویه تازه اومیکرون فراگیر شد و کمتر شدن میزان رعایت پروتکل‌ها در بین مردم و اعمال نشدن محدودیت‌ها از سوی مسئولان به این سویه کمک کرد، اما به دلیل افزایش چشمگیر میزان واکسیناسیون سراسری، این پیک قدری سبکتر از دوره‌های گذشته در حال سپری شدن است. تا امروز حدود 140 هزار نفر بر اثر کرونا در ایران فوت کرده‌اند و بررسی تزریق دوز 4 واکسن کرونا در روزهای پایانی سال و برخی هشدارها در مورد احتمال وقوع پیک 7 نشان می‌دهد که هنوز نگرانی‌ها برای گسترش این ویروس ادامه دارد، همانطور که در برخی مناطق چین هم از شیوع موج تازه کرونا خبر دادند. مذاکرات وین زیر سایه تحولات اوکراین. دور تازه سفرهای هیئت مذاکره کننده ایران به وین برای مذاکرات احیای برجام بعد از روی کار آمدن دولت 13 آغاز شد و این بار بسیاری از مخالفان برجام به موافقان احیای برجام تبدیل شدند. بعد از حملات روسیه به اوکراین، این مذاکرات هم تحت تأثیر قرار گرفت و در روزهای پایانی سال دچار یک تعلیق موقت شد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران راهی مسکو شد تا با مقامات روس به رایزنی در مورد این مذاکرات بپردازد و بعد از آن گفت که روسیه مشکلی با توافق ندارد و حالا توپ در زمین آمریکاست. در روزهای پایانی سال خبرهای مبنی بر آماده شدن پیشنویس متن نهایی توافق هم مطرح شد و حالا باید منتظر ماند و دید آیا این مذاکرات وارد مراحل تازه‌ای از یک روند نسبتاً طولانی خواهد شد یا همانطور که طرفین در حرفهایشان میگویند احیای برجام نزدیک است. از سیلی تا سیانت، سالی پرحاشیه برای مجلس. مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشت روزهای پرحاشیه کم نداشت. آن هم در سالی که دولت عوض شد، مذاکرات برجام از سر گرفته شد، گرانی و کرونا و مشکلات دیگر ادامه داشت و تنش‌های سیاسی جهان به اوج خود رسید. برخی از طرح‌ها، مصوبات و حتی رفتارهای نمایندگان مجلس در سال 1400 حواشی زیادی به همراه داشت. حاشیه هایی که گاه با اعصاب و گاه با سفره مردم و گاه با هر دوی آنها در ارتباط بود. از جمله آنها میتوان به متن و حواشی طرح سیانت از فضای مجازی و سپس موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد. البته در این میان ادامه خبرهای مربوط به حکم دادگاه علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در ماجرای سیلی زدن به سرباز راهور را هم نباید از نظر دور کرد. درگیری که اواخر سال 99 رخ داد و انتشار خبرهایش آغاز دور تازه‌ای از حاشیه های مجلس 11 شد. هشدار قرمز برای سیستم های امنیتی.
هک شدن دوربین‌ها و سرورهای تعدادی از مراکز دولتی یکی از اتفاقاتی بود که سال 1400 رخ داد و چند بار هم تکرار شد. یکی از نخستین رویدادهای این حوزه ایجاد اختلال در سیستم‌های شرکت راه آهن بود که برخی رسانه‌های رسمی آن را حمله سایبری نامیدند و در مرداد هم دوربین‌های زندان اوین هک شدند و ویدیوهایی از آن منتشر شد. مهمترین اتفاق این حوزه اما آبان رخ داد، زمانی که به سیستم سوخت‌رسانی کشور حمله سایبری شد و در پی آن هزاران جایگاه پمپ بنزین در سراسر کشور برای چند ساعت و بعضن برای چند روز از کار افتادند و کارت‌های سوخت برای مدتی بلااثر شدند. بروز اتفاقی مشابه زندان اوین برای زندان قزلحصار، اختلال در فعالیت تلویبیون، پلتفرم پخش زنده شبکه‌های تلویزیونی و حذف آرشیو شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی از آن و البته هک چند ثانیه‌ای صدا و سیما که در مورد صحت و سقم آن حرف و حدیث‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد، از دیگر موارد مشابه در سال 1400 بود که زنگ هشدار را برای سیستم‌های امنیتی کشور به صدا درآورد. قتل‌های خانوادگی و ناموسی، جنایت با داس، تبر، گلوله. در یکی دو سال اخیر اخبار مربوط به قتل‌هایی که به عنوان قتل‌های ناموسی از آنها یاد می‌شود، جامعه را تحت تأثیر قرار داد و هر بار با اتفاق تلخ تازه‌ای بحث در مورد آن بالا گرفت. یکی از آخرین موارد سربریدن دختر 17 ساله توسط همسرش در اهواز بود که انتشار فیلم قاتل با سر بریده در دستش در خیابان بسیار پرحاشیه شد. این تنها مورد سال 1400 نبود و قبل از آن قتل مبینا سوری دختر 16 ساله گلستانی توسط پدرش با تبر و قتل نگین درویشی توسط همسرش به ضرب گلوله نیز بحث در مورد قوانین مربوط به کودک همسری، قتل‌های ناموسی و البته دیگر قتل‌های خانوادگی را بر سر زبان‌ها انداخت. قتل بابک خرم‌دین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش هم در همان اوایل سال موج بلندی از اعتراضات را نسبت به نقض قوانین برای عاملان این نوع جنایت‌ها به دنبال داشت. بعد از چند روز مشخص شد که همین پدر و مادر پیشتر دختر و داماد خود را هم کشته بودند. پدر و مادری که حتی بعد از قتل سوم و دستگیری توسط پلیس هم از کرده خود ابراز پشیمانی نکردند. پیش از این موارد رومینا اشرفی دختر 13 ساله گیلانی توسط پدرش با داس به قتل رسیده بود. فاطمه بریهی 19 ساله توسط همسرش سر بریده شد و ریحانه آمری دختر 22 ساله کرمانی هم توسط پدرش با تبر به قتل رسیده بود. سال پرتب و تاب عاشقان فوتبال. سال 1400 را میتوان یکی از سالهای پرتب و تاب و پرحاشیه فوتبال ایران دانست. با وجود اینکه بازار برگزاری مسابقات فوتبال بعد از گذشت چند پیک سنگین کرونا بار دیگر داغ شد، اما تصمیم به برگزاری مسابقات فوتبال بدون حضور تماشاگر اعتراضاتی را در پی داشته است. اعتراضاتی که معمولاً با تکرار درخواست ورود زنان به ورزشگاه بیان می شود و تا کنون جز برای چند دیدار تیم ملی آن هم با حواشی زیاد در مورد نحوه اعطای بلیت به تماشاگران زن حاصلی نداشته است. حذف تیم‌های استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا توسط AFC به دلیل رعایت نکردن ضوابط مربوط به تیم‌های حرفه‌ای، آغاز عرضه سهام این دو باشگاه در بورس و برکناری شهاب عزیزی خادم رئیس پرحاشیه فدراسیون فوتبال از دیگر اتفاقات مهم فوتبالی 1400 بود. اما در کنار همه اینها پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر عراق و قطعی شدن زود هنگام صعود ایران به جام جهانی فوتبال 2022 قطر دل فوتبال دوستان را در سالی که گذشت شاد کرد. اعتراض پشت اعتراض، از معلمان گرفته تا کارکنان قوه قضاییه. سال 1400 موضوعات مختلف موجب بروز اعتراضاتی شد. یکی از پربحث‌ترین های آنها اعتراضات خوزستان بود که به خاطر بحران بی‌آبی و سوء مدیریت در این حوزه در نقاط مختلف این استان آغاز شد و به اعتراضاتی دامنه‌دار در این استان تبدیل شد. کمی بعد استان چهارمحال بختیاری با موضوعی مشابه شاهد این دست از اعتراضات بود. ماجرا اما به اینجا ختم نشد و کشاورزان اصفهانی هم آبان ماه در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند.
مشکلات اقتصادی و معیشتی و خلف وعده ها در زمینه حل مشکلات صنفی موضوعات دیگری بودند که پای قشرهای مختلف از جمله معلمان، پرستاران، کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان قوه قضاییه را به اعتراض باز کرد و برخی از آنها در خیابانهای شهرهای مختلف و برخی هم مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. سال 1400 در حالی برای مردم ایران به پایان رسید که در کنار اتفاقات خوشایندی مثل برخی موفقیت‌های ورزشی یا افزایش میزان واکسیناسیون سراسری علیه کووید 19 بستر تنش‌های زیادی هم بود. تنش‌هایی که تنها عواملش موضوعات اقتصادی و سیاسی نبود و مسائل دیگری از جمله بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، کم‌آبی و همچنین بیماری و مشکلات متأثر از تحولات جهانی مانند بحران‌های اوکراین و افغانستان هم بر آن تأثیر بسزایی گذاشت. حمله موشکی سپاه به مواضع اسرائیل در شمال عراق، آتش‌سوزی‌های جنگلی، آتش‌سوزی در چندین کارخانه، پتروشیمی، بازار تهران و حریق‌های دیگر، ضربه‌های چند باره بر پیکره میراث فرهنگی و عرصه‌های فرهنگی و هنری دیگر، واژگونی مرگبار اتوبوس خبرنگاران و سربازان به فاصله چند روز و فوت چندین چهره شناخته شده کشور که برخی از آنها بر اثر ابتلا به کرونا بوده، از دیگر رویدادهای مهم سال 1400 بودند.